سگالش، گفتارهای جلال ایجادی در زمینه جامعه شناسی، فلسفه، زیست محیطی و سیاست. برنامه از رادیو تلویزیون مان. درود به همه عزیزان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. عزیزان بینندگان رسانه مانی و بینندگان برنامه های تاریخی، فلسفی، نقد قرآن، نقد اسلام و غیره ای که در این رسانه پخش می شود، از توجه شما ما سپاسگزار هستیم. این بار می خواستم به نکته دیگر بپردازم و این نکته تحت این نام، فلسفه آزادی و بندگان در حکومت اسلامی. فلسفه آزادی، چند نکته درباره امر آزادی از نگاه فلسفی. آزادی یعنی چه؟ و اینکه آیا دوستان عزیز ما، آیا ما در ایران انسان‌های بنده داریم به لحاظ مدل ایدئولوژیکی موجود در ایران و حکومت اسلامی، و یا انسان‌های آزاد داریم، انسان‌هایی که در آزادی زندگی می‌کنند؟ این یک مطلب بسیار مهمی هست. فقط بحث ما شعاری نیست عزیزان من، یک بحث فلسفی، جامعه شناختی و ایدئولوژیکی هستش که سیستم موجود رو، ساختار سیاسی و ایدئولوژیک دینی موجود رو مورد نقد قرار بدهیم، و اون هم در چه زمانی؟ در زمانی که بیش از گذشته بحران‌ها به شدت دارن رشد پیدا میکنن، نوعی واقع از هم شرایط ایران به در حال آشوب هستش، نرم‌ها و هنجارها در حال شکستن هستن، و حتی نظریه‌هایی به عنوان فروپاشی عمومی جامعه ایران مطرح هستش، و از جمله فروپاشی حکومت، و چیزی داره تکان می‌خورد در جامعه ایران، چیزی داره تکان می‌خورد. و این سوال بر ما پیش میاد که آیا واقعا به دوران آخرین این حکومت، آیا ما در حال زندگی دوران آخرش نیستیم؟ چه اتفاقی داره میافته؟ و آیا همه تحولات یا تغییرات رو یا حادثه ها رو ما میبینیم؟ همه رو نه، ولی که حس میکنیم، چه در بالایی ها، در درون قدرت، در درون باندهای مختلف حکومتی، در درون سپاه پاسداران، در درون شبکه های قدرتی که در جاهای مختلف این نظام هستن، از ذکر و از سوی دیگه خود جامعه. جامعه میبینید که جوش و خروش داره و متوقف نمیشه خوشبختانه، و انسانهایی که در این نظام مورد خطاب این حکومتیان هستند، چگونه با اونها برخورد میشود؟ و آیا اساسا ما در اسلام میتوانیم آزادی داشته باشیم که در درون جمهوری اسلامی این آزادی رو نیز تکرار بکنیم؟ خب این نکات رو در این بحث میخوام با شما در میان بگذارم. ببینید عزیزان، وقتی که صحبت از فلسفه آزادی میکنیم، یک اینکه وقتی که صحبت از فلسفه میکنیم، فلسفه همانا نوعی دانایی انسان هستش، نوعی فضیلت طلبی هست، نوعی نگاه و اندیشه هست، پرسشگری هست، و برابر این امر فلسفه با امر خردگرایی بسیار بسیار گره خورده، ما رو در برابر عملا دین قرار میده، زیرا دین میبنده، فلسفه باز میکنه. دین میگوید این به اصطلاح هنجارها یا نرمها به شکل قطعی و الهی و آسمانی و مقدس هست، حال آنکه فلسفه میگوید نه، هیچ امر مقدسی وجود ندارد، پرسشگری هست، و در ارتباط با جامعه ما نیز پیوسته ما میتوانیم در جستجوی حقیقت‌های گوناگون باشیم، و بنابراین حقیقت مطلقی وجود ندارد، هر فیلسوفی میآید نگاه خود رو بیان میکند. حال با توجه به این نکته، فلسفه آزادی
آزادی به طور به اصطلاح وسیع می شود گفت یک مفهوم مدرن است. البته یونانی ها در زمان یونانی های کلاسیک، فیلسوفان یونانی، اونها نیز برخورد هایی به مسئله آزادی داشتن که من اشاره خواهم کرد. ولی امر آزادی به ویژه از قرن 18، 17 و 18 در اروپا بیش از پیش مطرح میشه و مفهوم آزادی برمیگرده به چی؟ به افراد، برمیگرده به اشخاص، برمیگرده به فرد، یعنی امر آزادی و آنچه که مربوط به در واقع خواستهای انسان هست. شخصیت های گوناگون فلسفه مانند کیرکگارد دانمارکی، هایدگر آلمانی و ژان پل سارتر فرانسوی در این زمینه کارهای بسیار فراوانی انجام دادن و از نگاه خودشون فلسفه رو توضیح دادن. و یکی دیگر از این عزیزان، از این فرزانگان، از جمله رون دکارت هست که فیلسوف فرانسوی است و او یک جمله ویژه‌ای رو داره که صحبت از این میکنه که براش میگوید بله آزادی مهمه و میگوید شاید آزادی احساس زنده و درونی ما باشد. یعنی از آزادی ما چه میفهمیم، چه میخواهیم، اون لحظه ای که در ما احساس زنده و پرشوری وجود دارد و این رو گام اول مربوط به آزادی میبیند. یعنی چی؟ یعنی که مسئله آزادی رو در رابطه با جوهر یا گوهر انسانها قرار میدهد. انسان در سمت و سوی چی هست؟ حس زنده بودن، زندگی کردن. ببینید یک زمانی هستش که ما آزادی رو از نظر بیولوژیکی میتوانیم برخورد بکنیم. زمانی که از نظر بیولوژیکی برخورد میکنیم، انسان آزادی داره که دارای در ذهن بدن سالمی باشد، سلامت باشه، تندرستی رو داشته باشد. زیرا بیماری که احساس میکنه که تمام بدنش در یک نوعی زندان به سر میبره، راحت نیست، گرفتار هست، به این ترتیب نمیتواند آزادی رو حس بکند. بنابراین یکی از تعریف‌های مربوط به آزادی در ارتباط با بیولوژیکی و انسانی که دردمند هست و به هر حال آسیبی اون زندگی او رو مورد خطر قرار داده، این حس زنده بودنی که دکارت مطرح میکند رو به این ابعاد در واقع ندارد. البته کسانی هستند که با روحی بسیار بزرگ عمل میکنن و این یک واقعیتی هستش که همه بیماران این چنین نیستن، ولیکن برای بخشی از بیماران اونها در واقع کسانی هستن که حس میکنن در درون یک زندانی که مربوط به بدن اونها هستش و اجبارهایی که عملا به این بدن تحمیل شده. یک زبان دیگه ای ما مسئله رو در یک سطح دیگه ای بالا میبریم، نگاه میکنیم به عنوان نگاه اپیکوری، اپیکور. و اپیکور این رو میگه، میگه انسان زمانی آزاد است که بتواند خواسته های خود رو برآورده بکند. یعنی لذت جویی، لذتی که شما میبرید در زندگی، این بیانه چی؟ آزادی شما هست، شما آزاد هستی. که این نگاه در واقع اپیکوری تا یه حدودی هم خیام به این نگاه در زم آشنایی دارد و یا نزدیکی دارد، زیرا در شعر خیام و همچنین فلسفه خیام همین مسئله به نحوی منعکسه که ما باید بهره ببریم از این زندگی همین جا روی همین زمین. و بنابراین بهره بردن یعنی نوعی آزاد عمل کردن انسان نسبت به خواسته هاش. و
ولی در اینجا وقتی که صحبت از خواسته‌ها می‌کنیم، یک جنبه رو باید در نظر بگیریم و اون این که برخی خواسته‌ها یا گرایش‌هایی که ما داریم می‌توانند زیان‌آور باشند. با آنها چه باید کرد؟ خود انگیختگی این گرایش‌ها، این تمایل‌ها شاید تا یه حدودی نتیجه این هست که ما از هوس‌های خودمون داریم تبعیت می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی اپیکور مطرح می‌کنه که بله، ما در جستجوی خواسته‌ها هستیم، لذت، ولی در این حال خواسته‌های مطرح میشه و لذت‌های مطرح میشه که این لذت‌ها چه بسا نتیجه اطاعت ما از هوس‌ها باشد. و بنابراین اون نگاهش رو میاره روی هوس‌هایی که میتواند منفی باشد. حال یک جنبه دیگر هم باز در نظر بگیریم عزیزان. کانت، امانوئل کانت که یکی از فیلسوفان بگیم جرمنیکه، ولی که به هر حال محل زادگاه او در خود آلمان نبود. او به عقل گرایی آزادی یک بُعد جدیدی می‌بخشد. یعنی مسئله آزادی رو در ارتباط با عقل گرایی می‌بیند. کاری که در پیش افراد گذشته به این ترتیب مطرح نشده بود. و او می‌گوید کنش زمانی آزاد است که خودآگاهی بر اساس یک اصل عقلانی خود را در برابر امیال تعیین کند. یعنی چی؟ یعنی اینجا داره مطرح میکنه که فقط میل نیست، آنچه که باز مهم هست اینه که کنشهایی که ما داریم در زندگی، رفتارهایی که داریم، این خود ارتباطی برقرار میکنه با خودآگاهی، یعنی اصل عقلانیت، اصل خردگرایی. و در اینجا هست که آزادی به معنای مدرن خودش روشن‌تر میشود، دقیق‌تر میشود. آزادی نگرش انسانی است که خود رو در زندگی میشناسد، خودشو میشناسه. اگر شما میگین من آزاد هستم در جامعه، یعنی آگاهی به این امر دارید که قدرت شما، عملکرد شما، تاثیرگذاری شما در جامعه چگونه است. بنابراین آزادی نگرش انسانی است که خود رو در زندگی میشناسد، تاریخ جهان رو میفهمد، رویدادهای در دل تاریخ رو میفهمد. و به این ترتیب هست که وقتی که گفته می شود فقط ما در جستجوی لذت و امیال هستیم یا در جستجوی چیزی حتی فراتر از این، چیزی که ما در جهانی داریم زندگی می کنیم که با دیگران هستیم، در درون یک نظم جهانی هستیم. پس شاید امیال من فرد اون زمانی میتواند روشن‌تر و دقیق‌تر باشد که خودم رو، رابطه خودم رو با دیگران طرح بکنم. ببینید عزیزان، در این دنیا ما چه حسی داریم؟ آیا خوشحالیم؟ آیا رنج میکشیم؟ آیا احساس ناتوانی داریم؟ چه نقشی داریم؟ چه حسی داریم در این دنیا؟ و ایرانیان عزیز ما در این شرایط موجود در جمهوری اسلامی چه حسی دارند؟ حس توأم با استرس؟ توأم با شادی های حس شده؟
توأمه با نفرت‌های نسبت به حکومتیان چجوری دارن زندگی میکنن؟ و به این خاطر هست که زمانی که شما حس میکنید که جایی وجود دارد، مناسباتی وجود دارد که شما رو نگران کرده، که شما رو عذاب میده، که شما رو رنج میده، خب بنابراین تو جامعه هستید. رنج هایی که در جامعه وجود داره روی من و شما تأثیر میگذاره. حکومت اسلامی، تمام سیستم های دینی اینها، تمام دروغگویی اینها، تمام نفرت انگیزی اینها در انسان ها یک حس نامطبوع به وجود می آورد. و شما چه می خواهید بکنید؟ می خواهید این رو بپذیرید، در خود جا بدهید، یا می خواهید اون رو حذف بکنید؟ و اینجاست که میل شما شخص با محیط اجتماعی ارتباط برقرار می کنه. و در این ارتباط هست که از جمله نگاهی هست در نزد سارت که میگوید انسان زمانی آزاد می شود که یک نگرش فعال را جایگزین موقعیتی بکند که در آن رنج می کشد. بسیار مهمه عزیزان. انسان زمانی آزاد می شود که یک نگرش فعال را جایگزین موقعیتی بکند که در آن رنج می کشد. یعنی شما اگر میگید من در ایران رنج میکشم، نسبت به این از این جمهوری اسلامی ما در حال رنج هستیم و درد داریم، بنابراین انسان آزاد چیست؟ اون انسانی که بتواند بر اساس خرد و بر اساس تمایلهای خود این شرایط رو دگرگون کند. خود رو درگیر میکنه این انسان. یعنی آزادی خود رو با تحقق خود ثابت میکند. یعنی چی؟ یعنی آزادی خود رو در تغییری که در محیط به وجود میآورد ثابت میکند. یعنی میگوید جمهوری اسلامی رو نمیخواد، این مایه رنج و درد هست، آگاه میشه و این آگاهی تبدیل میشه به کنشی از جانب فرد که این کنش در راستای نفی منشأ درد مشخص میشود. یعنی بنابراین انسان به سرنوشت خود پی میبره به یک معنای دیگه. پس آزادی انسان چیست؟ آزادی انسان اون آگاهی هست که انسان پیدا میکنه در رابطهش با محیط خودش، حال محیط ما از جمله جمهوری اسلامی هستش، و تلاشی به وجود میاد، کنشی به وجود میاد که سرنوشت خود رو در این شرایط چیکار کنه؟ تغییر بده. پس از میل و خواهش فرد تا زمانی که در درون جامعه هست به این میرسد که خود رو باید رها بکنه، خود رو باید در شرایط جدیدی قرار بدهد، سرنوشت خود رو متحول بکنه. و به این ترتیب هست که آزادی انسان ها در زندگی با تجربه اونها عجیب میشه. و به نحوی همون گونه که ژان ژاک روسو میگفت، این تمایل، تمایلی که در واقع از طرف انسان منعکس میشه، در ضمن آگاهی داره پیدا میکنه نسبت به سرنوشتش و میخواد چیزی رو تغییر بده. حال اینکه وقتی ما میگیم چیزی رو میخواد تغییر بده یعنی چی؟ یعنی در اون اراده‌ای منعکس میشود، اراده‌ای بالا میآید. اراده یعنی چی؟ یعنی تصمیمی داره ساخته میشه که این تصمیم به عمل در میآید و این میشود اراده. پس بنابراین در سرنوشت خودش داره تغییراتی میتواند به وجود بیاورد به لحاظ
خواستش، به لحاظ شعورش و به لحاظ ارادهش. حالا البته یک مبحث دیگری هست و اونی که در درون جوامعی که ما درش زندگی میکنیم، از جمله ایران یا هر جامعه دیگری، به حال انسان ها در سطوح مختلفی هستن از آگاهی و از شعورشون، و این انسان ها همیشه چه بسا در جستجوی آزادی نباشند. عزیزان من، کسی که سر پایین میاره و چشماشو باز نمی کنه و تو همون مدل زندگی همیشیش باقی میمونه، همیشگیش باقی میمونه و اینکه یک نظامی چه جنایتی میکند یا نمیکند زیاد اساسا او رو به درد میآورد و حتی چه بسا آگاهی نداشته باشد، خب چنین آدمی نمیتواند در جستجوی آزادی باشد. آزادی نتیجه چیز؟ نتیجه یک شعوره. پس بنابراین در یک جامعه نیز بندگان میتوانند وجود داشته باشند. بله، بنده کسی است که به خود مختاری خود و آگاهی خود نرسیده است، زیرا همونگونه که کانت مطرح میکنه مسئله این که شما انسان مدرنی که بخواید باشید، یک شرط اساسی وجود دارد، اینکه خود مختار باید باشید. خود مختار یعنی چیزی که به اعتبار قدرت خودش فکر میکند، تابع آگاهی به وجود آمده در درون خود هست، تابع خردش هست، تابع مناسباتی هستش که درش میخواد مداخله بکنه. پس بنابراین انسان هایی هستن که در جستجوی خودمختاری نیستن و این انسان ها اساسا نمیتوانن خودمختار، نمیتوانن آزاد، نمیتوانن در واقع شرایط خود رو تغییر بدن، زیرا اونها بندگان تو درون همین نظام، همین نظم هستن. حال اگر در اینجا ما در رابطه با جامعه هستیم، یک مطلب دیگه هم هست و اون هستش که آزادی و یک مفهوم دیگه به عنوان آزادی سیاسی، که آزادی سیاسی متضمن چیست؟ متضمن این هستش که قوانینی وجود داشته باشد، وظایف تعیین میشه، محدودیت ها تعیین میشه و برمیگرده به این که در درون این زندگی قدرت سیاسی هست و این قدرت سیاسی آزادی سیاسی رو تامین میکند. یعنی انسان هایی هستن که به سوی تغییر محیط خودشون حرکت میکنن، کنش دارن، خود مختاری دارن و از سوی دیگر تمایلی پیدا میشه در میان بخشی از این افراد به سوی آزادی سیاسی. آزادی سیاسی یعنی اینکه نظامی وجود دارد که این نظام دارای قوانینی مسلماً هست، دارای محدودیت‌هایی وجود دارد، ولی در این حال تضمین میکنه در یک میدان بزرگتر آزادی های فرد رو. منتهای مراتب چون جامعه بزرگتر هستش، آزادی فرد یک فرد که نیست، آزادی دیگران هم هست. پس دیگران هم میتوانن همون خواستی که شما داشته باشی اونو هم داشته باشن. پس چون ما در یک فضای گسترده‌تر، در یک میدان بزرگتر قرار می‌گیریم و هر کدوم از ما می‌خواهیم آزادی داشته باشیم، چه بسا این آزادی‌های ما با آزادی‌هایی که دیگران می‌خواهد دارای تناقض بشود، پس در اینجا چه چیزی مداخله می‌کنه؟ قانون. قانونی که بر اساس عقلانیت تنظیم شده. بله، میتوان گفت که بین آزادی طبیعی و آزادی مدنی میتواند اختلاف وجود داشته باشد. آزادی که من فرد میخوام و آزادی که جامعه
جامعه کدوم جامعه؟ جامعه مدنی، جامعه دموکراتیک عزیزان. خب در اینجا چه قاعده ای ما میتونیم انتخاب کنیم؟ یک چیز، این قاعده یک قرارداد اجتماعی است. یعنی چی؟ وقتی میگیم قرارداد اجتماعی یعنی یک نظام دموکراسی وجود دارد، یک نظام شهروندی وجود دارد، یک نظامی هست که در درون آن نمایندگان مختلفی وجود دارند، قانون اساسی وجود دارد و این قوانین توضیح میدن که امر آزادی افراد چگونه هست و تا چه نقطه‌ای ممکنه شما به دیگری آزاری برسانید. این رو قانون آن وقت تشخیص میدهد، زیرا ما در درون یک مناسبات اجتماعی گسترده است. پس ببینید، از آزادی فرد تا آزادی به معنای سیاسیش، همه اینها حلقه های متوسل به هم هستند. حال در درون جامعه خودمون عزیزان من، در درون جامعه، یک، آیا همه انسان ها تمایل به آزادی دارند یا ندارند؟ شعور برای آزادی دارند یا ندارند؟ تمایل به شهروندی دارند یا ندارند؟ خب ما در این زمینه کمبود کار بسیار بازیاد داریم. کسی که میگوید من شهروند هستم، شهروند باید خواهان دموکراسی باشد، پارلمانتاریسم باشد، حقوق دموکراتیک خود باشد، به پلورالیسم باید تمایل داشته باشد، وجود سندیکای آزاد باید توجه داشته باشد، آزادی بیان و آزادی اندیشه باید توجه داشته باشد. پس بنابراین آیا همه افراد به این جمع توجه می کنند؟ نه متاسفانه. پس بنابراین ما باید بتوانیم خودمختار و شهروند بشویم. کسانی که کار روزمره، زندگی روزمره شون توش هستند و به این جنبه ها توجه نمی کنند و الزاماً ریشداران حکومتی رو هم نمی پسندن، اینها هنوز به موقعیت شهروند نرسیدند. یک تحول فکری در اونها لازم است. از سوی دیگر ما در جامعه هستیم که این جامعه ما در درون یک جامعه هستیم که نظامی بر اون غلبه دارد، نظام حکومت اسلامی، نظام شیعه‌گری، نظام قرآنی، نظام آخوندی، نظام حوزوی، و من و شما در دل این جامعه هستیم. یعنی من به عنوان نمونه، من نوعی هم میخواهد آزادی شخصی داشته باشه، آزادی با شعور آگاهی و همچنین خودمختاری و تا برسه به آزادی سیاسی. آیا چنین فردی که میخواد موزیک داشته باشه، عشق خودشو بکنه، فعالیت اجتماعی داشته باشه، به هر شغلی که میخواد بتونه برسه، به هر دانشگاهی که میخواد بتونه به کاراش بپردازه و در ضمن به هر حزبی که میخواد بتونه رأی بده، هر کسی رو که میخواد بالا بیاره و هر کسی رو نمیخواد با رأی خودش پایین بیاره، اینها همه مجموعه آزادی ها هستش. آیا ما در درون این نظام میتوانیم چنین رفتاری داشته باشیم؟ آیا خواستای ما انطباق دارد با وجود این نظام؟ نه نه نه. جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک است. یعنی اسلام یعنی قرآن، و قرآن و اسلام یعنی توتالیتاریسم، نفی انسان خودمختار هست. شما فقط باید به توحید اعتقاد داشته باشید و در برابر الله زانو بزنید. پس بنابراین از همون ابتدا شما نمیتوانید آزاد باشید. آزادی شما بردگی شما در برابر الله است. علاوه این اللهی که در قرآن این چنین سخن میگوید، در درون نظامهای وابسته به خود نیز مانند جمهوری اسلامی به همین ترتیب رفتار میکند. آزادی فرد نمیتواند هرگز وجود داشته باشد. هر کسی که بخواهد بر پای قرآن عمل بکند فقط و فقط میتواند بنده باشد. سرسپرده باید باشد. در اسارت باشد.
حال شما وقتی که نگاه میکنید به چی؟ به قانون اساسی جمهوری اسلامی. قانون اساسی قانون مادری هست که تمام قوانین دیگر رو آبیاری میکنه و جهت میده. خب این قانون اساسی در اصل اولش چی میگه؟ میگه حکومت جمهوری اسلامی، حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینش به حکومت حق و عدل قرآن. نخی اول از اون منظور چیه؟ جنبش مشروطه که تو این زمینه نبود، که تمایل به قانونگرایی داشت. حکومت حق یعنی حق علی، یعنی حق الله، و عدل قرآن یعنی چی؟ یعنی برتری طلبی مؤمنان نسبت به دیگران. عدل اسلامی یعنی این، یعنی سرکوب دیگران. در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قد تقلید آیت الله عظمی، امام خامنه ای و غیر و غیره. ببینید جمله آغازین قانون اساسی جمهوری اسلامی هستش. همینجا نگاه میکنید بلافاصله اسارت شما در همین جمله هست، در آغازش. علاوه اصل دوم، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه چی؟ من به شما گفتم انسان چی بود؟ انسان مدل خودمختار بود، عقل، خردگرایی. حال بیایید اینجا، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به یک خدای یکتا، لا اله الا الله، و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. متوجه شدید؟ تسلیم. دو، وحی الهی و نقش بنیادین آن در قوانین، در بیان قوانین. وحی الهی، این انسان نیست، این اللهه. الله هم کیست؟ الله هم یک خلیفه، یک سلطان. الله هم یک خمینی جلاد، یک خامنه است. سه، معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا. نه، مسیر تکاملی انسان به سوی خدا نیست، به سوی جه نیست. معادی چنین چیزی وجود ندارد. چهار، عدل خدا در خلقت و غیره. عدل خدا کدام عدل؟ الله، اللهی که جز بی عدالتی چیزیگری نمیداند، همه رو میخواد در آتش جهنم بسوزاند. خلقت هم که این داستانهای کاملا در واقع خرافی و به هیچ وجه جنبه علمی ندارد. پنج، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. امامت یعنی چی؟ در برابر امام، یعنی 12 امامی که اینها آوردن برای جامعه ایران. همه این افرادی که به این امامت قبول دارن یعنی چی؟ یعنی نوکر این امامان باید باشن، زیرا امام طاهره، امام پاکیزه است، امام معصومه، امام خون پیامبر را دارد و این خون پیامبر از الله می آید. بنابراین تمام کسانی که خود بردهدار بودند و جنایتکار بودند، در این جمله شما باید چی باشید؟ باید نوکر اونها باشید، ارادت باید داشته باشید. و از جمله این آدم ها که شما ها باشید، در ضمن راهی که در برابر شما قرار داده شده، اجتهاد مستمر فقهای جامع و شرایط بر اساس کتاب یعنی قرآن، سنت معصومین سلام الله و فلان و فلان. یعنی چی؟ اجتهاد، یعنی علاوه بر آنچه که در کتاب آمده است، یعنی آخوند مرتجع برای زندگی شما و برای این عصر کنونی میتواند چی؟ میتواند نظر بدهد. نظر دادن او یعنی چی؟ یعنی که کسی هست که دارای علم کامل هست. و در یک بند دیگری از این قانون اساسی چنین می آید که کسی که
رهبری شما رو دارد میکنند، یعنی ولایت فقیه چه کار است؟ صلاحیت علمی و تقوای لازم برای مرجعیت دارد. صلاحیت علمی خامنه ای و خمینی چی بود؟ علم یعنی چی؟ علم خرافه پرستی، علم به اصطلاح فقه شیعه نیست. علم آن علمی است که در بستر فعالیت تجربی انسانها و در درون دانشگاه ها توسط دانشمندان هدایت می شود، نه توسط آخوندهای مرتجع. بنابراین به اصطلاح آخوند بزرگ دارای چی؟ دارای شرایط و صفات یک رهبری بزرگ است. و اون وقت چکار میکنه این بابا؟ تعیین فقهای شورای نگهبان رو میکنه، نصب عالی ترین مقام قضایی کشور رو میکنه، فرماندهی کل نیروهای مسلح رو در دستور دارد، نصب و عزل رئیس ستاد مشترک رو دارد، نصب و عزل کلی فرماندگان سپاه پاسداران رو دارد و همچنین رئیس جمهور رو تایید میکنه، نخست وزیر رو تایید میکنه، وزیر دفاع رو تایید میکنه، رئیس ستاد مشترک رو تایید میکنه و چه و چه همینطور بگیرید تا اینکه برسد که بگوید که اعلام جنگ و صلح و غیره رو تعیین میکنه و هر امضایی که توسط ریاست جمهوری باشه اون باز مورد تایید باید قرار بدهد. یعنی شما کجایید عزیزان من؟ شما در یک نظام برده هستید. یک نفر بردهدار خامنه‌ای بر همه ملت ایران باید غلبه داشته باشد. اون فلسفه آزادی که ما صحبت کردیم در اینجا چه می شود؟ در اینجا نابود می شود. شما خود نیز می دانید که در شیعه‌گری ما چی رو داریم؟ مسئله در واقع داشتن مرجع تقلید. مرجع تقلید یعنی تمام آخوندهای بزرگ که رساله های ارتجایی نوشتن، انسان ها باید نسبت به این رساله های ارتجایی در واقع تبعیت بکنن و خود رو نسبت به یک آخوند بزرگ تعریف بکنن. مرجع تقلید. و مرجع تقلید یعنی که شما باید دارای قلاده‌ای باشید که این قلاده شما رو وصف بکنه به کی؟ به یکی از این به اصطلاح افراد حوزوی. قلاده است. از نظر معنوی هم نیز قلاده است. خاطرتون هست چند وقت پیش خامنه‌ای در اون بالای جایی که میشینه و حرفای خودشو میگوید اعلام کرده بود که شما رعیت هستید. اینا چنین درکی دارن. و شما کجا هستید عزیزان من؟ شما کجا هستید؟ تو ایرانی کجایی؟ تو ایرانی که اولین دولت ملت در جهان رو در کارنامه خودتون و پدرانتون و بشریت دارید. فراعنه مصر شاهنشاه نبود، اون خدا بود. ولی سیستم پادشاهی شاهنشاهی در ایران و آنچه که توسط کوروش بپا شد، نظام سیاسی، نظام اداری، نظام پادشاهی، نظام حکومتی که بر این سرزمین گسترده بود در تاریخ شما بوده. یعنی هوشمندی ها وجود داشته و امروز شما باید بیایید یک قلاده به خودتون ببندید که جزو وفادارترین و مؤمنترین آدم های این جامعه باشید. شما کسی هستید که در تاریخ خودتون زرتشت بزرگ رو داشته اید، آیین مهر رو داشته اید، رازی ها رو داشته اید، ابو علی سینا ها رو داشته اید، شاهنامه عظیم فردوسی رو داشته اید، حافظ رو داشته اید. این همه میراث ادبی، میراث فرهنگی از کجا آمده؟ از هوش انسان هاست. بله در کشورهای دیگه هم نیز وجود داشته است، ولی در اینجا ما در ارتباط
با جامعه صحبت داریم میکنیم که این جامعه در واقع خواستش تولید بنده است و این خواست تولید بنده در تناقض آشکار با تاریخ شما و تاریخ آزادمنشانی جهان هست. حاکمیت ملی شما کجاست؟ حاکمیت ملی شما عبارت از قدرتی که از مردم بیرون می آید. انتخابات جمهوری اسلامی هرگز نمی تواند درست باشد، همه جز تقلب چیز دیگری نیست. این حاکمیت، حاکمیت ملی شما نیست، جز تقلب هیچ چیز دیگری در این سیستم حکومتی نبوده است. شما انقلاب مشروطه رو داشتید، شما که بی نظیر بوده حتی در اون زمانه خودش. برای عزیزان، ما از اسلام شکست خوردیم، انسان ایرانی از اسلام شکست خورد، از فرهنگ قرآنی شکست خورد و ما از خود بیگانه شدیم و ما مسخ شدیم. بپذیریم، ولی این پذیرش به معنای سرفرود آوردن نیست. برگردیم به بحث خودمون. اونجایی که انسان دارای خواهش هایی هست، منتها به اعتبار شعور خودش، به اعتبار خرد، به اعتبار عقل، شرایط خود رو تغییر میدهد برای تسلط پیدا کردن بر سرنوشت خیش، ما چنین رو میخواهیم. ما از آخوندیسم شکست خوردیم، ما از آیه های قرآنی شکست خوردیم، ولی این شکست ما شکست ابدی نیست. امروز تمام تلاش هایی که داره صورت میگیره در جامعه ما، چه داخل چه خارج از کشور، و نهادها و رسانه‌ها و انسان‌هایی که در این مسیر دارن گام برمی‌دارن، بنابراین در جستجوی چی هستن؟ در جستجوی شکستن این مسخ زدگی هستن، در جستجوی نقد این از خود بیگانگی انسان‌ها هستن. نظام جمهوری اسلامی که حس من این است که میره به سوی پایان خودش، میره به سوی سقوط قطعی خودش، به لحاظ تضادها و تناقضاتی که با خودش هم میکنه و به لحاظ خواستای عمیقی که جامعه داره خودشو نشون میده و گاه فریاد میزنه، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر رئیسی و غیر و غیره، میخواد نفع بکنه این جامعه رو، این سیستم موجود رو نفع بکنه. چرا؟ حسش اینه که یه چیزی کم داره، حس میکنه که سرنوشتش در دست خود او نیست. پس بنابراین این حس باید تبدیل به اندیشه بشه، تبدیل به آگاهی بشه، تبدیل به احزاب دموکراتیک بشه، تبدیل به جنبش‌های گسترده‌تر عمیق‌تری بشن که فریاد بزنن زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی، حقوق بشر. و در چنین حالتی هست که ما عملاً از حالت بردگی و بندگی خود در میاییم و به سوی اون فرد آزادی حرکت میکنیم که خودمختار شده است، که خواهان تغییر شرایط خود شده است. شرایط کنونی شرایطی است که به طور حتم در مجموعه خودش باید تغییر پیدا بکنه. این شرایط نتیجه این نظام اهریمنی جمهوری اسلامی هست و این نظام فقط ویرانگر هست، ویرانگر طبیعت، ویرانگر انسانها، ویرانگر هوشیاری و ویرانگر ثروتهای مادی و معنوی این کشور. ما شایستگی رو داریم که کشور بزرگی باشیم با یک نقش بزرگ در این جهانی که امروز قرن بیستم اون هست. ما شایستگی این رو داریم و این شایستگی در پتانسیل هست، منتها این شایستگی رو، این عقلانیت رو به عمل باید وارد کرد، در کنش های خودمون باید وارد بکنیم. بله،
فلسفه آزادی حق انسان ها هست. فلسفه آزادی به انسان ها میگه برید جلو، میتوانید به آزادی برسید. منتهای مراتب این آزادی که شما میخواهید بهش برسید وابسته به چیست؟ وابسته به کنش شما، به اراده شما و شمایی که خردمند شده اید و شمایی که خودمختار شده اید و شمایی که میگویید من این نظام جمهوری اسلامی رو نمیخواهم، بلکه آنکه که خواستارش هستم همانا نظامی دموکراتیک، جمهوری سکولار یا لایک، نظامی که در درون اونها همه انسانهایی که امروز در کنار هم قرار گرفتن همه بتوانن برای سربلندی کشورشون و برای رفاه و آسودگی و آرامش همه ایرانیان تلاش بکنن. سپاس از شما.